روزی فرا خواهد رسید که حتی تصورش را هم نمی کردیم که بتوانیم، اما توانستیم. فکر می کردیم که غیر ممکن است، اما ممکن شد. آن روز نزدیک است. با عرض سلام، سلامی پر از لبخند خدمت بینندگان محترم. با برنامه گفتگو در خدمتتون هستیم. مهمان ویژه برنامه امروز ما آقای طاهر خاوری، یکی از خوانندگان، آهنگسازان و تنظیم کنندگان ساکن ملبورن می باشند. بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، بهتره که معرفی ایشونو از زبان خودشون بشنویم. سلام آقای خاوری، به برنامه گفتگو خوش اومدید. اگه ممکنه یه سلام علیکی با بیننده ها بکنید و خودتون رو واسهشون معرفی کنید. سلام خدمت شما و بیننده های خوبی که صدا و تصویر ما رو دارن. طاهر خاوری هستم و خوشحالم که مهمان شبکه دریم لند هستم و اینکه امیدوارم که لحظات خوبی رو با هم داشته باشیم تو این گفتگو. در خدمتتون هستم. قرار بود یه چیزی رو تو برنامه اشاره کنید بهش؟ بله، موضوع صحبت ما موسیقی هست و فعالیت موسیقی من هم موسیقی افغانستان بوده. به همین لحظه من لهجه را چنج میکنم، در لهجه هزارگی خود ما. خیلی از دوستان و هموطنان و خانمایی که برنامه را میبینن و لهجه هزارگی ما، ممکن که دوستا و بیننده هایی که در این شبکه هستن بیشتر مخاطبان ایرانی هستن، لهجه ما را نفهمند، گبای ما را نفهمند. من با اجازه شما لهجه را چنج میکنم، در لهجه فارسی ایرانی صحبت میکنیم. در خدمت شما هست. سوالی که من از آقای خاوری دارم اینه که چی شد که به موسیقی رو آوردین و اصلا موسیقی رو از کجا شروع کردین؟ بله، سوال خیلی سوال کلی هست و سوال سخت البته تا یه حدی که چی شد به موسیقی رو آوردیم یک مقدار دنبال دلیلیشان سخت هست. من از 11 سالم بود، خیلی کوچیک بودم که به موسیقی علاقه‌مند شدم و الان تقریبا از اون 11 سالگی من 20 21 سال داره میگذره و اینکه من تو این وادی فعال هستم و اینکه هنرجویم. فقط من یه چیز رو اینجا اشاره کنم، سنتون رو لو دادیم. آه راست، درسته. خب از آقایون مشکلی نداره. مشکلی نداره، ولی بازم بعضی از آقایون حساس هستن. نه، من از اون بعضی ها نیستم. خیلی خوب. پس شما گفتین که از 11 سالگی موسیقی رو شروع کردین. چی بهتون الهام داد که طرف موسیقی بریم؟ من توی خانواده ای بودم که موسیقی یا کلن هنر تو خانواده ما خیلی یک رول اساسی رو بازی میکرد، یک زیبایی شناسی تو خانواده بود و برادر بزرگ من فعالیت موسیقی داشت و اینکه فعالیت موسیقی ایشون و بقیه برادرهای من باعث شد که خب من برادر کوچکتری بودم که توی این مجموعه بودم، علاقه به موسیقی شدم و برادرهای من ادامه ندادن به اون صورت که من ادامه دادم و اینکه شاید یکم دلایل خانوادگی و چیزی بود که من موسیقی رو واردش شدم. مثلا ببخشید که وسط حرفتون میپرم، گفتین شما اشاره کردین که برادرتون هم تو کار موسیقی بودن. آیا برادرتون هم الان خوانندگی میکنن، آهنگسازی میکنن یا؟ ایشون نه. ما توی تاریخ موسیقی اگر ببینیم خیلی داریم که کسایی که مداح هستن و خواننده شدن. برادر من یکی از موارد استثنایی بود که مداح و قاری هم بود، کار موسیقی هم میکرد، یک مدتی فعالیت کرد، دوباره برگشت همسر مداحی. ایشون از مداحای خیلی خوبی هستن و موفق هستن و خیلی ملودی ساز خیلی خوبی بودن و اینکه کمک من همیشه تو زمینه موسیقی در ملودی سازی خیلی کمک میکردن. پس آهنگسازی رو یه جورایی از ایشون یاد گرفتید؟ اون مراحل ابتدایی رو بله، ولی خب بعدش ادامه پیدا کرد. من دوران دبیرستان و غیره با ملاقات مرحوم ناصر عبداللهی، خدا بیامرزشون، خیلی علاقه‌مند به موسیقی پاپ کلاسیک شدم، کلاس گیتار و غیره و اینها رفتم و اینکه بعد ورودی سال 89 گروه کر تهران بودم و اون گروه کر تهران تاثیر خیلی اساسی روی موسیقی و اصلا اون دیدگاه من به موسیقی و اون دنیا آکادمیک و جدیش گذشت. سوال
سوال بعدی که از آقای خاوری داشتم اینه که آیا شما تحصیلاتی در زمینه موسیقی دارین یا اینکه این فقط یه سرگرمی واسهتون بوده؟ بله، تحصیلات اگر به معنای تحصیلات آکادمیک دانشگاهی بگیم نه، من چون تحصیلات اصلی من علوم پزشکی هست، من دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رشته آزمایشگاه پزشکی خوندم، ولی موسیقی از همون دوران 11 سالگی که بود به صورت تحصیلات غیر آکادمیک، اما توی مثلا من اگر حالت بیوگرافی مانند یک کمی بیشتر دیتیل بگم خدمت شما بیننده که شبهه ایجاد نشه، من از همون دوران 11 سالگی که بعد با کیبورد و پیانو اینها ادامه پیدا کردم موسیقی، بعد اولین حرکت خیلی جدی من هم که به صورت خیلی جدی موسیقی رو به عنوان یک پارت خیلی مهمی توی زندگی دیدم زمانی بود که با مرحوم ناصر عبداللهی آشنا شدم و بعد از اون کلاس‌های گیتار و غیره و بعد از اون هم ورود سال 89 وارد گروه کر تهران شدم به رهبری آقای مهدی قاسمی که کاملا فضا موسیقی کلاسیک بود، دیدگاه من کلا به موسیقی عوض کرد، یعنی یک دیدگاه خیلی جدیتر و ژرف‌تری رو من داد که چقدر این دریای موسیقی واقعا وسیع و جالب هست. و بعد ادامه پیدا کرد توی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم که بودم، زمانی که خودم دانشجو بودم باز بیشتر فعالیت‌های من درس خوندن نبود، بیشتر فعالیت من موسیقی بود، تدریس بود واحد فوق برنامه دانشگاه شهید بهشتی، 6 سال من موسیقی تدریس کردم توی دانشگاه شهید بهشتی و اینکه رهبری گروه های موسیقی اجراهای دانشجویی و دانشگاه تهران هم باز همینطور، و این موسیقی من رو خیلی به سمت جدیتری پیش برد که یعنی علوم پزشکی رو تحت شعاع قرار داد همیشه. و البته من یکی از شعارام اینه که میگم که علم بالاتر از هنره، ولی برای خود من به شخص علم بالاتر از هنر هست، اما فعالیت من هنر فعالیتم بالاتر از دنیا علوم پزشکی شد، که اینو من توصیه نمی کنم به همه جوان ها که یه همچین فعالیتی داشته باشن. تا اینکه گذر روزگار من رو به استرالیا رسوند و اینکه اینجا الان مدت زیادی نیست که خدمت شما هستم، یک ایده ها و برنامه هایی هست که حالا تو طول برنامه خدمتون عرض می‌کنم. حتما در مورد این ایده ها ازتون سوال میکنم. شما اشاره کردین که هیچ تحصیلات آکادمی در زمینه موسیقی ندارین، میشه واسه بیننده های ما بگین که اولین کار حرفه ایتون رو کی شروع کردین و چی بود اون کاری که انجام دادین؟ اولین کار حرفه در زمینه موسیقی، تو تعریف کار حرفه ای و غیر حرفه ای خب یکم بحث هست، اینکه مثلا بگم که آیا اصلا کار من همش حرفه ای اصلا هست یا نه، اون حرفه ای برنکینگ دنیا اگر بگیم که مقدار فرق میکنه، اما زمانی که کار با نیت خیلی جدی برای رسانه تولید شد فکر میکنم حدودا 7 سال قبل بود که کاری بود برای هنرجوهام ساختم و کار برای و کار نسبتا موفقی هم بود، اما که من اسم کارها رو ببرم مثلا من فکر می‌کنم یعنی این کاری که واسه هنرجوتون ساختیم آهنگسازی بود دیگه. آهنگسازی بود اما بیشترین کارهای جدی کارهای استیجی بود که به همراه گروه‌های دانشگاه تهران و شهید بهشتی حالا برای مسابقات یا برای جشنواره اون فعالیت‌ها رو بیشتر داشتیم. بین کارهایی که تا حالا ساختین کدومشون رو بیشتر دوست دارین؟ البته مصاحبه‌ای که الان ما داریم بیشتر جنبه صندلی داغ پیدا کرده، چون مثلا اگه بخونید بعد نمینجوری میکنید بعد و خیلی هم سوالاشون نسبتا سخت هم هست، هی آپدیت هم میشه در من ببخشید کمی غیر رسانه‌ای صحبت میکنم، ایشون در لحظه داره آپدیت میکنه سوال جدید منم تقلب میکنم چی نوشته جلو تقلب، خب هی نمیشه هی آپدیت میشه ایشون، خیلی دارن ننوشته میگن پس تو تقلب حرفه‌ای هستی ببینید که ننوشته هم ایشون میخونن همینجوری چیزهایی رو، من سخته برام. بعد بفهم خدمت هستم. سوالم این بود که از بین کارهایی که تا حالا انجام دادین کدومشون رو بیشتر دوست دارین؟ از بین کارهایی که ساختم من آهنگ چشم دنیا رو خیلی بیشتر دوست دارم که اتفاقا بعد از اینکه من کارو اجرا کردم چند تا از دوستان ایرانی هم باز اون کارو بازخونی کردن و از کارهایی هست که من دوستش دارم. کدوم کارتون فکر میکنید بیشتر مورد پسند مردم قرار گرفته؟ چه فرق نمیکنه؟ چه دوستای فارسی زبانمون، چه دوستای افغانمون؟ یکی از بیشترین تو فعالیت من چیزی که خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت بعضی کارهای تلفیقی بود که از ببینید مثلا من نوعی نسل مهاجر بودم، یعنی کسی متولد تهران بود
بعد و اینکه خب خیلی از ماها، حالا چه ایرانی چه افغانستانی چه هر ملیتی، وقتی که کشور دیگه به دنیا میایم، ما خوی و خصلت و منش اون کشور میزبان پیدا میکنیم. و چقدر خوبه که ما هر جای دنیا هستیم، چه تو همین استرالیا چه هر جای دنیا که هستیم، اصالتمون رو هم فراموش نکنیم. یکی از چیزهایی که شما فرمودید کار من چی مورد توجه قرار گرفت این بود که در درجه اول من اصالتم رو سعی کردم با توجه به اون روحیه هم دیگر پذیری که تعصبی هم نباشه، ولی اون اصالت افغانستانی بودن و هزاره بودن خودم رو سعی کردم هیچ وقت فراموش نکنم و اومدم موسیقی های سنتی خودمون رو با موسیقی مدرن و کلاسیک تلفیق کردم و این بازخورد خیلی خوبی داشت که مورد توجه مردم قرار گرفت. و اینکه فکر می‌کنم این مسئولیت و وظیفه بزرگی هم روشونه من بود و هست و همین هست. حالا من یک مقدار این قضیه رو وسیع‌تر دارم الان می‌بینم که ما کلاً فارسی زبان‌ها، چه ایرانی چه افغانستانی چه حالا ما شرقی‌ها، با رعایت کالچر اومیس کارهای تلفیقی رو انجام بدیم که هم به رنکینگ دنیا بیشتر نزدیک بشیم و همین که اصالتمون رو هم حفظ کرده باشیم. پس همونطوری که اشاره کردین، یعنی یه سبک جدیدی رو وارد موسیقی کردین یا سبک جدیدی رو برای خودمون؟ آره یعنی اما برای تو کل دنیا این کار ادامه داره، موسیقی سنتیشون رو با فضای مدرن ترکیب می‌کنن که تو ایران هم رایج شد تازگی، ولی تو افغانستان کسی این کارو انجام نداده. من جز اولی ها بودم. البته من عذر می‌خوام که من خودم میگم، ولی خب چیزی که خودم فکر می‌کنم تو ایران گروه‌های خوبی هستن، مثلا گروه چارتار خیلی موفقیت‌آمیز این کار رو انجام داده، کار تلفیقیه چیز که البته من سال‌های خیلی قبل شروع کرده بودم این کارو. شکر می‌کنم. پس یکی از آهنگایی که این کار تلفیقی رو شما با شروع کردین میشه نام ببرین؟ می‌خوایم بریم با بیننده‌ها اون آهنگو ببینیم که ببینیم چه کاریه. موسیقی دنبوره در دنیای جدید، دنبوره نیو ورلد. دنبوره یک ساز سنتی هزارگی هست که دو تا تار داره، شبیه دو تار خراسانی. بعد این رو من با فضای موسیقی الکترونیک یا فضای موسیقی داب استپ یک ترکیب اینجوری انجام که همونایی که میگن دوپس دوپس دوپس، تو مایه های همون دوپس دوپس. این تعبیر خیلی بی‌انصافی هست که ایشون دوپس دوپسش کرده شما رو، من کلی ایده داشتم پشتش. ولی موسیقی بود که مورد توجه روسیه‌ای ها قرار گرفت و هندی ها خیلی از اون موسیقی استقبال کردن و یکی از کارهای من بود که احساس میکنم که رسالت خودش انجام داد. موسیقی یک ساز سنتی ما رو خیلی برای دیگه ملیت های دیگه جذاب کرد که من دو سال متوالی به یه فستیوالی توی روسیه دعوت شدم به نمایندگی از موسیقی افغانستان برای اجرای اون ترک فقط و برای اون ترک رقص سنتی در نظر گرفتم با لباس‌های سنتی خود ما. این یعنی برای من یک احساس کردم که خب شاید یه وظیفه کوچیکی بود که تونستم از پسش تا حدی بر بیام. بعد این ویژگی‌هایی بوده که کار من تا حدی، حالا لطف دوستان هست ایشون میگن اینجوری، که این بیشتر مورد توجه قرار گرفت که و همین مسیر رو دارم ادامه میدم برای آکادمی تر کردن موسیقی سنتی فرهنگیمون. اسم این آهنگی که گفتین چی بود؟ دنبوره در دنیای جدید. در دنیای جدید. با سپاس از آقای خاوری میریم آهنگ دنبوره در دنیای جدید رو با هم میبینیم.
برگشتیم و با برنامه گفتگو در خدمتتون هستیم. آهنگ دنبوره در دنیای جدید رو با هم دیدیم، خیلی آهنگ باحالی بود. یعنی اصلا خود ویدیو مدل آهنگ سنتی میشه بهمون بگی چرا فضای رباتیک رو انتخاب کردین؟ چی شد که این ویدیو کلیپ رو با این فضا و این آهنگ میکس کردین؟ آیدیاش از کجا اومد واسهتون؟ اینکه چراها یکی از دلایل این بود که موسیقی مدرن یا به اصطلاح دوستان پشت صحنه ما اشاره‌ای رو می‌کنن درباره سرعت دیالوگمون، موسیقی مدرن توی افغانستان کمتر بهش توجه شده بود و اینکه بعضی صداها و بعضی صداسازی‌ها در بعضی سبک‌های موسیقی نمیشه ما ویدیو مثلا گل و بلبل، باغچه، درخت، مثلا عاشق و معشوق و اینها نمیشه توشون استفاده کرد. یه دختر عاشق میشن و مثلا و غیره. بعد لازم بود که برای این جنس صداها و این نوع ترکیب از یک جلوه های ویژه‌ای که ذهن رو درگیر بکنه، و علت این بود که این جنس موسیقی باید با یک همچین جنس تصویرهایی، چون رایج هست در هر جای دنیا، این سبک های مدرن با دنیای دیجیتال یه جور وصل هستن با هم. ما این ارتباط دنیای دیجیتال و غیره رو به موسیقی سنتی می‌خواستیم اینجوری برقرار بکنیم که مورد توجه بعضی ملیت‌های دیگه اتفاقا قرار گرفت، از اون جالب بود دیگه به هر حال. ولی خب غلظت کار خیلی زیاد بود، من این غلظت رو خیلی توصیه نمی‌کنم که تو بقیه کارم کارو نخوام، که یه کار نمونه‌ای بود که مثلا خیلی شدید بخواد جنبه مدرن داشته باشه. من که به شخص خودم از این آهنگ خیلی خوشم اومد، چون که خیلی آهنگ جالبی بودش. در مورد فستیوالی که فستیوال روسیه اشاره کردین، سوالم اینه که اون فیدبکی که بعد از پخش این آهنگ اونجا گرفتین چی بودش؟ یعنی چه فیدبکی بهتون دادن؟ فستیوال روسیه دو سال متوالی برگزار شد و اینکه چیزی که برای من خیلی ارزشمند بود این بود که موسیقی ما دیده شد، موسیقی ما شنیده شد، بهش توجه شد و احساس میکنم که یک مقدار خب مردم ما کشورهای، حالا من ایران رو جز مجموعه چیز نیارم، خب از نظر هنری فعالیت ایران چون بخاطر اینکه صلح بیشتر از افغانستان بوده، فعالیت موسیقی ایران خیلی از قدیم بیشتر بوده. خب افغانستان همیشه با جنگ و طالب و مشکلات و غیره همراه بوده، موسیقی ما کمتر دیده میشد تو مجامع بین‌المللی. هیچ فیدبک مثبتی که برای من داشت این بود که توجه شد به موسیقی ما و یک ساز سنتی ما شناخته شد. یعنی براشون جالب بود که این ایشون کی هست که همچون فعالیتی کرده یا همچون موسیقی ساخته، براشون جالب بود. این فیدبکی بود که برای من جالب بود که در تماس هستن همچنان، بعضی پروژه مشترک رو هم اتفاقا داریم که باید ببینیم که تو آینده نزدیک چه کار میتونیم بکنیم. سوال بعدیم همین بود، یعنی پروژه های آیندتون چیه؟ برنامه های آیندتون چیه؟ میخواین در چه زمینه ای فعالیت کنین؟ بله، برنامه های آیندمون این که من توی ملبورن، خب مدت خیلی کمی هست به جمع شما دوستان ملبورن، من فکر کنم بیشتر مخاطبا ساکن استرالیا هستن و شاید بیشتر هم ملبورن تازه به جمع شما پیوستن و اینکه خیلی خوش اومدید. کال هستم هنوز واقعا تو این محیط. من یک پایگاه هنری رو به لطف و مدد دوستان راه اندازی کردیم، اسم پایگاه هنری دایدو گذاشتیم. اسم پایگاه هنری چی بود؟ دایدو. دایدو. بله. دایدو از کجا اومد؟ بله. شما بسیار این سوالاییه که بیننده ها ممکنه بپرسن. بسیار مکتبین هستی شما، مثلا کلمه در میره شما مثلا دقیقاً اتیولوژی میخوان از من. کلمه دایدو اتفاقا خیلی خوب شد که اشاره کردید، من گله‌ای نیست اینجوری تقلبتون نبود، میبینید همیارون میاد همینجوری همینجوری اومد. من فکر میکنم فقط من اهل تقلب های چیزی هم بوده اینشون. دایدو یکی از سبک ها و لهجه های اجرایی موسیقی توی نقاط خیلی دوردست افغانستان هست و اینکه یک لهجه خیلی خاصیه و بسیار هم اجرا کردنش کار سختی از نظر سولفژی که بخوام، از نظر علم آوازی، از نظر تکنیک آوازی واقعا کار سختیه. بعد علت اینکه ما این اسم رو گذاشتیم بود که یکی از اسمهای خیلی قدیمی رو روی یکی از پروداکشن ها و یکی از پایگاه خیلی مدرن بیان بگذاریم که دوباره یک بچه ترکیبی باشه که ما بگیم که آقا ما با رعایت اصول، با رعایت کالچر یک فعالیت رو میخوایم داشته باشیم. باز من گله من از خیلی از اهالی هنر هر جای دنیا این هست که ما خیلی داریم خواننده‌های خیلی خوب ایرانی، نوازنده خیلی خوب ایرانی که کار ایرانی نمی‌کنن. من دیدم به تعداد دیدم که مثلا طرف میگه که
موسیقی ایران نه کار نمیکنه. مثلا این رو احساس میکنه که همچین چیزی موسیقی ایرانی کار بکنه، حالا فلان آقای خونی که فلان کشور هست، این یک چیز بدیه براش. نه اصلا اینجوری نیست. ما باید بپذیریم که رعایت فرهنگ و رعایت کالچر چیز خیلی بد نیست، خیلی هم خوبه. بعد این اسم رو گذاشتیم و اونجا فعالیت بیشتر این هست که یک پایگاه تبادل ایده ها هست با دوستان اهالی هنر، هنرجوها و هم کلاس های موسیقی هست اونجا. یه مرکزیه که موسیقی توش تدریس میشه. بله موسیقی هم تدریس میشه. بعد برای تولید آثار استدیویی رو ما اونجا داریم که استدیو موسیقی هست و اینکه پرورش صداها، کشف استعدادها و غیره که فقط هم مربوط به استرالیا نمیشه. من این رو اینجوری در نظر گرفتم که برای دوستانی که چون مردم ما مثلا دسترسی پایگاه های این مدلی خیلی کم داشتن، از هر جای دنیا نمونه صداهاشون رو میتونن بفرستن. بله نمونه صداهاشون رو بفرستن و اینکه ما اون استعدادیابی به صدا بکنیم و اینکه کمکشون بکنیم. این مؤسسه دایدو که بهش اشاره کردین تو ملبورن قرار داره. بله میشه به دوستای بینندهمون بگین که کجا هستش اگه یه وقتی بخوان برن یه سری بزنن اونجا؟ حتما حتما. من الان آدرس دقیقه دارم بکنم منطقه شو بگیم. الان این به قول این برنامه تلویزیونی زیرنویس میکنیم. الان زیرنویس نمیکنیم. من خدمتتون عرض میکنم شوخی محض نزا. حتی من یه عذرخواهی میکنم از بیننده های جدی که داریم و اینکه ما یکم شوخی میکنیم، البته عذر باشه به هر حال، باید یکم فضا خسته کننده نشه. پایگاه هنری تو منطقه همتون پارک هست، 26 کلایو استریت همتون پارک. بعد که اونجا اتفاقا از نوازنده های ایرانی هم ما داریم و اینکه موزیک کالچر رو من میخوام فعالیت کنم و بیشتر مخاطب موسیقی شرق، موسیقی خودمون رو، موسیقی فارسی رو بیشتر بهش بپردازیم. و حالا پلان ها برنامه هایی هست که باز هم من ادامه میگم، الان همشو نباید همشو یه دفعه بگم خوب نیست. فقط اینکه من آدرس رو تکرار میکنم، 26 کلایو استریت همتون پارک. اونجا حتما ایشونو میبینید. میبینن؟ بله. من که دیدنی نیستم، اینکه فعالیت هنری بتونم چه داشته باشن این مهمه. هر دو تاش چطوره؟ زنده باشی. اینجوری دوست شما. خیلی ممنون آقای خاوری. سوال بعدی من اینه که نظرتون درباره آینده موسیقی افغانستان چیه؟ آینده موسیقی افغانستان رو چجوری میبینید؟ این راستش این سوال ابعادش از من بزرگتره. من هرچند که خیلی ابعاد همچین چیزی هم ندارم، ولی خب به این ابعاد این سوال خیلی از سایز من بزرگتر هست. من پیشبینی بخوام بکنم نه، اما یک نظری میتونم بدم. این که پیشبینی اسمش رو بذاریم کمی خودخواهانه هست. موسیقی افغانستان فعلا متاسفانه به سمت موسیقی مردم سالار پیش رفته و این چیز خیلی بدی نیست، اما در نهایت میتونه عواقب بدی داشته باشه. اینکه موسیقی ما فقط به سمت مخاطب سالاری پیش بره که مثلا فلان و مردم مخاطب عام هم که موسیقی های تفریحی رو بیشتر دوست دارن. مخاطب عام ببینید، الان بعضی دوستان کامنت نکنن که شما چرا اون به ما توهین کردید. مخاطب عام، شما مخاطب خاص هستید. مخاطب خاص از همونایی که تو فیسبوک میزنن؟ نه از من، از من. شما هم که میگم همین کلمه‌ها من میشه دونه، خدا کنه مخاطبمون سهیشون نباشن که همه کلمات اینجوری دونه دونه بگیرن. بعد و این باعث میشه که گرایش به موسیقی آکادمیک و موسیقی جدی کمتر میشه و به سرعت تولید بیشتر همه بها میدن تا به قدرت تولید. و این یک نکته ای هست که باید بهش فکر بشه و باید نباشه تصمیم خیلی جدی تر گرفته بشه که به موسیقی های علمی تر ما بیشتر بیایم بها بدیم تو افغانستان و نوع ستاره سازی هامون از کسایی باشه که سواد آکادمیک بیشتر دارن. و این به نظر من میتونه راهگشا باشه. و یعنی اینجوری اگر پیش بریم سرعت پیشرفتمون تو موسیقی خیلی کمتر خواهد بود. بله. سوال بعدی که میخواستم از آقای خاوری بپرسم اینه که حتما در مورد دو تا برنامه موسیقی خیلی پاپولار تو افغانستان شنیده باشین، ستاره افغان و وایس آف افغانستان. میخواستم ازتون بپرسم که اون مراحلی رو که تو این برنامه طی میکنن چجوری میبینید؟ به نظر شما آیا داشتن همچین برنامه هایی واسه پیدا کردن استعدادها واسه افغانستان خوبه یا خیر؟ ببینید این که سوال خیلی سختی، البته جوابش هم عوارض جانبی زیاد میتونه داشته باشه، من اینجوری سعی می‌کنم سوالم عوارضش کمتر بشه. ببینید ذات این برنامه برنامه بدی نیست، اما خب از حق نگذریم خیلی از برنامه‌ها
بیشتر برای فروش یا برای جذب مخاطب برای مسائل بیزنسی تو همه رسانه ها هست، نه که فقط بگیم تلویزیون افغانستان. مثلا ما این برنامه رو میبینیم، بعد میبینیم چرا مثلا بعد از این برنامه یه برنامه های دیگه ای مثلا میتونه از یک سری ستاره هایی که فعالیت خیلی علمی موسیقی دارن، یک نوازنده خیلی خوبی هست، بیان نوازنده مطرح بشه، دیده بشه و غیره. ولی چرا این چیزا رو نمیبینیم؟ چون خیلی بازخورد مالی نداره. ولی برنامه مثلا که مثل وایس آف افغانستان یا ستاره افغان، چون بیشتر میتونه جنبه مارکت هم داشته باشه، خیلی بیشتر مورد توجه قرار میگیره و بیشتر روش سرمایه‌گذاری میکنه. ببینید هر دو برنامه خیلی خوب هست، اما اگرهایی که داره این هست که ساپورت هایی که بعد، خب دوستان زیادی هستن که برنامه شرکت کردن یا از هنرجوی من بودن یا از دوستان من بودن. ستاره امسال جا داره از آقای ساقی عزیز، علیجان ساقی، یاد کنیم که خیلی مستعد هست، از دوستان شما من هست. شما انگار دارید مغز منو میخونید. سال بعد این در مورد علی ساقی بود، ولی خب خودتون گفتید دیگه. باشه. آقای ساقی از دوستان قدیمی من بوده و اینکه خب استعداد خیلی خوبی داشتن. من دوستان خیلی زیادی رو میشناسم که برنامه شرکت کردن. یکی از گله هاش این هست که بعد از اینکه این برنامه تموم میشه هیچ گونه همکاری یا ساپورتی نمیشه. من از دوستانی که فعال هستن توی شبکه طلوع و اینکه برنامه های ستاره افغان و غیره دارن، اینکه این یک نکته ای هست که دوستان گله من هستن، که خب برات من به خود شبکه هم حق میدم که ساپورت کردن کار آسونی هم نخواهد بود. آقای خاوری، در مورد کنسرتتون تو شهر ملبورن شنیده بودم، قراره که یک کنسرت اینجا برگزار کنید، میشه یک کمی اطلاعات بیشتری به بیننده‌های عزیزمون بدین؟ شاید مشتاق باشن که شرکت کنن. حتما. بله، شما چه چیزایی شنیدین شما؟ دیگه من ریسرچمو کردم. من اینجا بازم تو تعریفات نبودم، خواستم آخر برنامه اعلام بکنم خدمتتون که شما پیش دستی کردین. برای 20 دسامبر همین امسال 10 روز قبل از سال نو میلادی کنسرت من توی اسپرینگ ویل تاون هال، این که من درست گفتم اسمشو؟ درسته، دقیقا. چون من تازه رسیدم و به بعضی اسم محله آشنا نیستم، محله ها با من آشنا نیستم. این که و از نوازنده های ایرانی و افغانستانی و هندی داریم استفاده میکنیم برای این کنسرت، که امیدوارم که یک برنامه خیلی متفاوت باشه و بیشتر انرژی رو هم گذاشتیم برای موسیقی شرقی خودمون، فضای موسیقی ایران، موسیقی افغانستان و کار تلفیقی که به صلاح یک نگاه جدیدی به موسیقی باشه و مثلا برای ماهایی که توی غربت هستیم. البته اینجا انقدر ماشاءالله ملبورن فارسی زبان و ایرانی افغان زیاد هست که آدم احساس میکنه که مثلا هم خیابون جمهوری مثلا تهرانی، که یک نمای دیگه ای از فعالیت های موسیقی توی ملبورن هم مثلا تو استرالیا نشون بدیم، که یک همچین فعالیت هایی هم میتونیم انجام بدیم اینجا که کالچرال هم باشه. خیلی ممنون از آقای خاوری. ما بهتون قول میدیم که حتما یه گزارش ویژه از کنسرتشون واسه تون تهیه کنیم. داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. قبل از اینکه بریم و خدافظی کنیم و این حرفا، چند تا کلمه من میگم، اولین چیزی که به ذهنتون میاد و بگین واسه بینندامون. آماده اید؟ دقیقا همون صندلی داغه است، از این برنامه دیده بودم قبلا. آماده اید؟ بله بله. وطن. چقدر دیر میاد اولین کلمه. وطن فعلا دلتنگی. دیگه زیاد تایم نگیرید، باید آره اول بگیم. تقلب نکنید. هنر. زندگی. زندگی. مهاجرت. یک دارویی با عوارض خاص برای درمانهای خاص. آزادی. سخت بود تعریفم، نه اصلا گوش نکردی من چی گفتم. من گوش کردم، خیلی هم باحال بود. آزادی. آزادی. آرزو. دنبوره. هویت موسیقی ما. سفر. دیگه دار تقلب میشه. نمیدونی. سنت. خوب هم بد. هم خوب هم بد. مدرنیته. خوب هم بد.
بازم یه چند تقلب بود، دوتاش خوبم. آره چیز کردم تو... بله خب اولین کلمه ای بود که به ذهنتون اومد، درسته؟ من دوتا کلمه گفتم، گفتم خوب هم بر دو اولین عبارت بله خب چاره ای نبود واقعا، دیدم چیز نیومد دیگه نیومد. خیلی ممنون از آقای خاوری که باشد. تو برنامه گفتگوی امروز ما شرکت کردن. آخرین حرفتون با بیننده های عزیز چی هست؟ اگه میخوای باشون حرف بزنید، به قول گفتنی ها هر چی میخواهد دل تنگت بگو. زنده باشید، متشکر. یک جهان سپاس که با ما همراه بودید. به هر حال آمادگی خیلی زیادی برای این برنامه برای خود شخص بنده نبود، اگر کوتاهی شد، اگر جاهایی چیزهایی رو اضافه یا کم گفتیم عذر. امید که شروع فعالیت و زندگی من تو استرالیا بتونه یک فعالیت پرباری باشه و بیشتر با جنبه خدمات مناسب تر که بتونیم حالا ما اهالی هنر در قبال احساس مردم مسئولی، که امیدوارم که این احساس مردم رو بتونیم ما خوب ازش پاسداری بکنیم و اینکه و مخصوصا مخاطبای خوب من که بیشتر مخاطبای من فعلا خب دوستان افغانستان هستن، باز یک عذرخواهی دیگه کنم به خاطر ای که لهجه فارسی ایران رو در نظر گرفتم. امید که سبز باشید و نو رستگار باشید. خیلی ممنون. متشکرم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. از اینکه همراه ما بودین و به گفتگوی ما گوش کردید ازتون سپاسگزاریم. خدا یار نگهدارتون. خدا نگهدار.